با سلام و درود. اگر در طول سال چندین بار مریض میشید و سرما میخورید و از مریضی های خطرناک میترسید، بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. اینکه هیچ کسی دوست نداره توی طول سال و توی زندگیش حتی مریض و بیمار بشه یک موضوع بسیار واضح و شفافه، اما متاسفانه میکروب ها هم همراه ما در این دنیا زندگی میکنن. اما ما میتونیم با چند رفتار ساده و رعایت نکات ایمنی از این بیماری ها جلوگیری کنیم. وسایل روزمره خودتون رو ضد عفونی و تمیز کنید. تلفن همراه شما ممکنه کثیف‌تر از اون چیزی باشه که شما فکرش رو میکنید. از این رو هر کجا که قرارش بدید جرم‌ها رو به سمت خودش جذب میکنه. حتی دست کثیف شما هم میتونه عامل دیگری باشه و نه تنها گوشی، بلکه سویچ ماشین، کنترل تلویزیون، کلید خانه و کلی اجسام دیگر هستن که میتونن بسیار کثیف و بیماریزا باشن. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنیم که تا جایی که میتونید این وسایل رو خیلی زود تمیز و ضد عفونی کنید. به همین راحتی سعی کنید که تحت نظر پزشک قرص زینک مصرف کنید. تحقیقات و پژوهش‌های دانشمندان نشون داده که افرادی که زینک مصرف می‌کنند، دوران و شدت سرماخوردگی اونها بسیار کوتاه‌تره. برای مصرف زینک بهتره که نوع شربت اون رو مصرف کنید که در گلوی شما بمونه و با ویروسی مانند سرماخوردگی بهتر مقابله کنه. بچه ها مدیتیشن کنید. یکی از عواملی که روی سیستم ایمنی بدن ما تأثیر بسیار منفی میذاره استرسه. اگر دقت کنید افرادی که استرس زیادی ندارن کمتر بیمار میشن، و از اونجایی که استرس غیر قابل اجتنابه بهتره که از روش های چون مدیتیشن و یوگا برای کاهش استرس در طول روز استفاده کنید. این مورد خیلی مهمه. هر جا که سخن از سلامتی قطعاً رد پایی از آب جوش هم وجود داره. آب جوش بنوشید. نوشیدن آب جوش شما را در مقابل بیماری های همچون سینوزیت ایمن میکنه. آب گرم رو با کمی عسل و آب لیمو یا به همراه کمی دارچین مصرف کنید و از فوایدی که برای سلامتی و بدنتون داره شگفت زده بشید. استفاده از روغن‌های طبیعی مانند روغن زیتون، روغن کنجد و روغن مرزنجوش رو فراموش نکنید. برای مثال روغن مرزنجوش از روغن‌هایی که مانند یک آنتیبیوتیک عمل کرده و نمیذاره که شما به این آسونی‌ها مریض و بیمار بشید. یکی از نکات مهم اینه که حوله دستتون رو هرچی زودتر تعویض کنید. شاید شما هم مثل من باشید و حوله دستتون رو ماهی یک بار هم تعویض نمی کنید. اما این اشتباهه. این حوله ها باید هفته یک بار تعویض بشن. از اونجایی که حوله دست در معرض رطوبت و میکروب ها قرار داره و چند نفر به طور همزمان از اون استفاده می کنن، پس بهتر نیست که اون رو خیلی زود تعویض کنید. آیا فکر می کنید که این کار روی بیماریتون و بیمار شدنتون تأثیری نداره؟ حتما این رو همتون میدونید که خوشبختانه یا متاسفانه فارسی زبانان چای رو با لیوان یا پارچه آب میل میکنن و مینوشن. اما عیبی نداره، شما که مینوشید حداقل چای سبز بنوشید. یکی از فواید فوق‌العاده چای سبز اینه که سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت میکنه. آنتی اکسیدان موجود در این ماده مانع عفونت در بدن میشه و ویروس های موجود در بدن رو ضعیف میکنه. بنابراین از بیمار شدن شما جلوگیری میکنه، و یا اینکه اگر خدای نکرده مریض شدید طول درمان بیماریتون بسیار کوتاه خواهد بود. در نهایت روزانه به صورت مرتب ورزش کنید و آب به مقدار کافی بنوشید. بهتون قول میدم که هیچ وقت بیمار نشید. همراهان گرامی، حتما نظرات خودتون رو درباره این ویدیو برای من توی کامنت ها بنویسید.